این ویدیو معنیشی نیستش که این چیزهایی که میگم خیلی پشیمونی آورده برام یا مثلا میگم وای چرا من این کار رو کردم الان حالم خیلی بعد فلان نه واقعا. خیلی از این تجربه هایی که به دست آوردیم سر اشتباهاتی بوده که انجام دادیم منتها ما میتونیم یه سر اشتباهات رو خودمون انجام بدیم و بفهمیم که آقا این کار درستی نیست ما میتونیم از بغل دستیمون که مثلا میگه آقا من فلان موقع این کارو کردم و ایدم کار درستی نیست از تجربه اون استفاده کنم که خودم نهایتا هزینه کمتری متحمل شم دوران دانشگاهی که میخوام بگذرونم زمین این که من یه استوری گذاشتم و گفتم که بچه ها شما اگر برگردی ترم یک چه کاری رو متفاوت تر از جوری که انجام دادید انجام میدید و خب خیلی جواب اومد نزدیک دو هزار تا جواب اومد و باور کنید واقعا تمام این دو هزار تا جواب توی شاید نه ده تا مورد خلاصه میشد چون اشتباهاتی که تو دانشگاه میتونی مرتکب شی یا حالا اتفاقات و گزینه‌هایی که پیش روت قرار می‌گیره، چالش‌هایی که داری، که ممکنه برات خورده مسئله ساز باشه یه تعداد محدودی هستش و دیگه بیشتر از اون نیست سعی میکنم تو پرانتز لابلاش اگر مثلا نکته چیزی کسی اشاره کرده رو بهتون یادآوری کنم من خودم سر امتحانا نمیکشتم چون الان که از دانشگاه رد شدم میبینم خیلی از درسایی که خوندم به دردم نمیخورده و اون تایم موقع امتحانا و اومدن نمره ها و اینا به هر حال یه سیستمی حاکمه به بچه اونی که یه خورده نمره بالاتر یه خورده انگاری مثلا یه نگاه بهش هستش که شاید باهوشتره یا آدم خواهناخا تو زن خوش حالا همه میگن ما درس نمیخوین اون هر کی درس بخونه خره فلان و بیساره اما اون که برای مثال آناتومی دندان میشه 20 شاید گوشه ذهن همه یا مثلا گوشه ذهن اساتید این باشه که فلانی استعداد داره پر پتانسیل درس خونه فلان و بیساره این ماجرا ممکنه یه ارزشی ایجاد کنه که حالا همه باید درس بخونن نمره 20 فلان و ولی واقعا خیلی درس ها به درد نمیخوره الان که از دانشگاه گذشتم دارم میبینم مطالبی به دردم خورد که بیشتر مرتبط به رشتم بود حتی تو اون مطالبی که مرتبط به رشتم بود اون دسته اون دایره کوچیکی از اون مطالب که توی کار عملی برای من کمک رسان بود و اونها رو باید درست یاد میگرفتم و اینها بنابراین اگه حالا نمرم شد 15 یا 16 خودم آنچنان مقصر نمی‌دونستم یا مثلا خودم رو خیلی سرزنش نمیکردم گرچه من واقعا نمیکردم ولی خیلی از بچه ها این اتفاق انجام دادم سعی میکردم مخصوصا الان مخصوصا الان تو دو این دوره‌ای که الان داریم ضبط می‌کنیم این ویدیو رو این ویدیو داره آبان ماه 402 ضبط میشه من سعی میکردم از اول یه زبان یه مدرک زبان گرفته باشم خدا رو چه ایدی شاید خواستم اپلای کنم بعد من ترم پنج که بودم ترم چهار به پنج شروع کردم دوره فشرده آلمانی برداشتم تا به آینس تا به یکم رفتم دیگه رسیدم به این آرتیکل های عجب غریبش که دیگه تو نقشاش عوض میشه هر جای جمله که هر ای باشه بسته به نقششون چیزی که پشت اسمش میاد عوض میشه و اینا دیگه ول کردم دیگه بیخیال شدم بعد یه حالت جویری هم داشتم که میخوام برم آلمان فلان و بیسار و اینا کلا فروکش کرد در منو خوابید اون موقع سال 96 هم واقعا اندازه الان گزینه پررنگی نبود جلو ها اما الان با توجه به همه اشاره که می میدونید بعد نیست هم اول یه مدرک زبان داشته زبان مدرکی یعنی من هر چقدر انگلیسیم خوبه با فیلم دیدن اینا کاری به اون ندارم یا آیلتس چنده یا مثلا تافل چنده یا چه میدونم هر چی. یا مدرک مثلا زبان آلمانی زبان فرسوی هر چیزی روش سرمایه گذاری میکردم در همین راستا باید بگم که من کارهای پژوهشی بیشتر انجام میدم چون اگر زمان شما بخواید مهاجرت کنید به خارج از ایران نگاه میکنن رزومه پژوهشی شما که چقدر توی این مدت تولید علم کردی چقدر تحقیق کردی چقدر مقاله داری چقدر مقاله ثبت شده دارید با چه نمره‌ای دارید اینا میشه توی رزومه شما و وقتی که پروفایل شما یا اصلا اپلیکیشن شما رو دانشگاه مقصدت که داری بهش میگه آقا من میخوام بیام توی دانشگاه شما ادامه تحصیل نگاه میکنه قسمت پررنگی از این ماجرا اینه که فلانی مثلا علی حسنپور توی این مدت چقدر کار پژوهشی انجام داده چقدر دنبال کاوش توی علم بوده که صرفا مثلا علم و علمی که بقیه تولید کردن و یاد بگیرم من این یه بحثه این که یه علمی تولید کنم که بقیه هم یاد بگیرن این یه بحثه روی این قسمت دومو خیلی دوست دارن دانشگاه هایی که رنگ خوبی دارن و من سرمایه گذاری میکردم روی رزومه مقاله و رزومه پژوهشیم خیلی از بچه ها توی این کوشن باکسی که گذاشتن نوشته بودن که من انصراف میدادم از رشتم زودتر رسیدم آخرش دیدم ول بودم یا علاقه نداشتم یا بازار کارش یا حالا هرچی خب خودش نشون میده اهمیت اینکه چقدر که از همون قبل اینکه رشتهمون رو انتخاب کنیم به اندازه کافی تحقیق در مورد همه چی کرده باشیم گرچه واقعا 18 سالگی 19 سالگی سن خیلی پایینیه برای اینکه آدم بخواد سرنوشتش رو کلا تعیین کنه پام خورد به این میز لرزی چمنده دیگه به حال همینه که هست دیگه شما باید قویتر تو اینترنت سرچ کنید مطالب رو ببینید اگه یه رشته ای میخواید انتخاب کنید خیلی کورکورانه انتخاب نکنید که تهش رسیدی بر نگردی مثلا مثل این دوستمون بگه که مثلا انصراف میارم یا مثلا یه فلان رشته میرفتم کلا من اگه برمیگشتم به اول دانشگاه قطعا یه رشته یا یه هنر یه ابزاری برای پولسازی حالا هر چیزی که هستش انتخاب میکردم مکمل به اون رشته دانشگاهی که دارم یاد میگیرم مثلا کاری به این ندارم که چی دارم یاد میگیرم نه که مکمل مکمل شد کلمه درستی نباشه منظورم همراه با اون رشته که دارم یاد میگیرم ما یکی از بچه حالا اسمشو نمیارم شاید دوست نداشته باشه از همون سال اول که اومد دانشگاه عضو این چای نیوشا و نمیدونم قدیم مثلا بهش بودن شرکت هرمی و اینا خیلی چیز مثبتی نداشت خیلی تصویر مثبتی نداشت اما واقعا روش اینا هرمی نبود از این حالت نتورکی ها و اینا بود و اینا ولی نه به اون حالت منفی که فکر می‌کنه یعنی واقعا بیچاره نمی‌اومد تو جمع بشینه بگه آقا بیا جذبت کنم فلان فقط ما میدونستیم که فلانی داره این کارو میکنه خدا رو شکر خدا رو شکر خدا رو شک. مثلا یه ماشین کروک خرید و از یه خانواده کاملا متوسط و میانگین یه ماشین کروک خرید یه خونه توی درکه اجاره کرد الان یه وضع زندگی خوبی داره اینی که از سال اول برای خودش سرمایه گذاری کرد یاد گرفتن و پیشرفت توی این ماجرا رو باید درآمد خیلی معمولی و حتی رو به پایین سال اول تبدیلش کرد تو سال ششم دانشگاهش به درآمد بالا و خیلی خوب حتی همین یوتیوب که من از ترم 12 شروعش کردم اگر برمیگشتم واقعا از ترم 3 4 شروعش میکردم شاید چون هم جای پیشرفتش خیلی بهتر می بود برام اگر دوره‌ای که تو دو دانشگاه می بودم بیشتر بود از لحاظ زمانی و تولید محتوا دستم باستر بود و همین که خب همین پیشرفتی که الان کردم همین هایی که شما میکنید رو زودتر داشته باشم بنابراین اگر من برمیگشتم به سال اول دانشگاه یک چیز پولسازی یک مسیری برای ساختن پول درآمد داشتن انتخاب میکردم سعی می‌کردم روش می گذاری کنم خودم رو توش بهتر کنم و پیشرفت کنم فارغ از اینکه رشته دانشگاهیم چیه و فلان اگه مرتبط بود که چه بهتر اگرم نامرتبط بود هیچ اشکالی نداره بالا من درسها رو هوشمندتر میخوندم اگر برمیگشتم به سال اول دانشگاه هم ببین ما که دندون پزشکیم و فارغ و تحصیل میشیم بعد از فارغ و تحصیل یه سری دوره های آموزشی میذارن برای اینکه بیان بچه ها حالا این مسیر یادگیری هیچ موقع تموم نمیشه ها کاری ندارم که مثلا غلطه درسته یا حالا هرچی که هستش مثلا آقا این داستان زیبایی دندونا رو که بهش میگیم ونیر یا کامپوزیت یا لامینت یا هر چیزی که تو ذهنتون هست در دانشگاه ما یاد نمیگیریم آنچنان شاید چند تا نظری ازش جلسه گریخته بگن یعنی در قالب کلمات جمل، جملات شفاهی و لکچر سر کلاسی ولی هیچ موقع رو بیمار نیومده این میان بعد دانشگاه توی دوره ها و اینا یادش میدن یا حتی چیزهایی که تو دانشگاه یاد هم میگیریم سر بیمار هم یاد میگیریم مثلا پروتز ثابت که همون میشه روکش و پول و فلان و بیسار و اینها بعضی دوباره در قالب بازآموزی بعد دانشگاه پول میدن پرداخت میکنن به فلان آسسه آموزشی خصوصی دندانپزشکی و اینا مثلا بی نفر میشن پولای هنگفت میدن هم. مثلا دوره سی میلیونی چل میلیونی اینجوری پول میدن و دوباره اینو یادش میگیرن خب چه بهتره که همین کانسپت رو که آدم وقتی پول میده برای یه چیزی بهتر یادش میگیره دیگه حواسش هست یا من سی میلیون برای این پول دادم مثلا رو بنویسم یا خوب گوش کنم نه چی میگه چه بهتره که همین تو دانشگاه هم برای درسای واقعا مرتبط آدم داشته باشه مثلا من دارم میبینم استادم داره سر کلاس مال منی که روزانه قبول شدم شهریه پرداخت میکنم برای دانشگاه داره در مورد فلان اتفاقی میگه که اگر تو روکش رایت نشه مثلا روکش نمیشینه خب دیگه چرت نزنم اون موقع رو چرتو بزنم برای کلاس چیچیه مثلا عمومی یا مثلا تاریخ جهان اسلام یا حالا هر برای اون دیگه اینو حس کن که براش پول دادی و اون موقع میشینی گوش میکنی براش یعنی اگه بدونی که پول براش خرج کردی میشینی گوش میکنی من واقعا دو سال آخر دانشگاه اینجوری شده بودم که هر کلاسی که میرفتم قشنگ دیگه وایس و اینا برای خاطر کار نشم بچا چیکار میکنم وایس و اینا تو و فلان و اینا مثلا احساس میکردم که سر کلاس ان دو هم عصب کش رفتیم و استاد داره میگه که آقا فلان اتفاق افتاد تست پالپی مثبت یا منفی شد یا نمیدونم تست دق مثبت و منفی شد تشخیصمون فلان زایه است خب من دیوونه نه این الان اینجوری نشه که گوش نکنم برم بعد دانشگاه بعد فارغ پول بدم اینا رو بهم یاد بدم احساس کنم همین الان پول دادم و دکتر زاد اندو داره بهم یاد میده اینا رو من اگه به همه سال اول دانشگاه سعی میکردم یه خورده با سیاست تر رفتار کنم نسبت به بقیه اول از همه سعی میکردم خیلی جوری به نظر نرسه که مثلا خودم رو جدا کردم یا حالا هر چیزی خیلی ریلکس برخورد کنید بچه ها یعنی خیلی گارد تدافعی نداشته باشه این دو تا چیز رو میخوام بگم که اینا رو با هم قاطی نکنید یه موقع با هم قاطی نشه ببین گارد تدافعی نداشتن با خیلی سری جوش خوردن اینا دو تا چیز جدا من نمیگم برید سری تو هم دیگه مثلا اکیپ فلامس نه میگم خیلی گارد نداشته باشه اگه دیدین یه اتفاقی است که مثلا کلاستون با اینکه همه میدونیم ها. همه میدونیم اشتباهه همه ما میدونیم که اکیپای گله ای تشکیل میدیم سال اول دانشگاه ترم اول دانشگاه همه با هم میریم کو سی چل نفری یا چل پنج همه با هم میریم فلان کار اشتباهیه اما خودتو جدا نکن چرا چون نور میفته روت و میگن که این داره خودشو جدا میکنه خود چسبندار نمیدونم چی چیه فلانه این کارا رو نکن و نرم برخورد کن با آدم ما همون حالتی که همه هستن تو هم باش حالا نمیخواد توی اون جمعی که رفتی سری سمی میشی یا مثلا سری باب شوخی و اینا باشه همون حالتی که هستن همه باشی که فقط این نیاد رود که دارن این داره خودشو جدا میکنه و اینها یه چیز بدتری که هستش خیلی بدتر از این پدیده ای که برای توضیح دادن بچه ها با هم رل میزنن و اون دو نفر از کل کلاس خودشون جدا میکنن این دیگه حالت تهوع و واقعا افتضاح یعنی هم زندگی،, زندگی نه هم واقعا فقط برای خودشون میخواستم بگم هم برای خودشون هم برای بقیه مثلا زندگی رو ترخ میکنن واقعا برای خودشون زندگی رو ترخ میکنن ما کسی رو داشتیم که ترم یک مثلا با هم رل زدن الان تو گذنه بعدی میگم بعد اینا توی ترم تا ترم دوازده فقط دو چهار کشمکش و استهلاک و فرسایش با بقیه بچهای کلاس بودن خیلی احساس میکردن برای همه مهمن یا همه مثلا صبح و شب نشستن پشت سر اینا فقط حرف بزنن کار زندگی ندارن فکر میکنن که خیلی مثلا دغدغه است برای بقیه که اینا چی کار میکنن اینا بعد بعد ترم دوازده دختره این پسر رو ول کرد رفت با دوست ازدواج کرد به این قضیه یعنی اصلا جدا کردن از بقیه کلاس و اینها خوب نیستش یه حدی از ارتباطو داشتن همیشه کمک کننده هست همیشه کمک کننده هست. حتی با آدمی که خیلی هم باهاش حال نمی کنی یه حدی از ارتباط اوکیه نهایتا اعصابت راحت تره مورد بعدی هم واقعا خیلی میدونید من نمیخواستم با این شروع کنم که خیلی کلیشه شه. و مثل همه ویدیوهاشه سن 18 سن 19 برای انتخاب یک آدمه که مثلا پارتنرت بخواد باشه برای تمام عمر یا مثلا یه خیلی سنه عجیب غریب پایین و زودیه تو اصلا مغزت اونجوری که کار کرد داره در سن 18 یا 19 اصلا شبیه سن 25 یا 26 یا اصلا شبیه سن 30 یا 31 اصلا میارات فرق داره باز برای پسرها این قضیه حادتر هست یه دختر 18 ساله خیلی پخته تر فکر میکنه تا یه پسر 18 ساله اینی که من دارم بهت میگم و یعنی ببین 100 نفر به من گفتن هاجی رفتی دانشگاه حواست باشه پیشنهاد من گفتم نه داش تو مگه نشناختی فلان من رفتم اردی بهش ماهه یعنی ما بهمن ورودیمون بود بهمن ورودی بهمن 94 بودیم اردی بهش ما من به یکی پیشنهاد دادم منی که مثلا ادعا داشتم و چی فلان بسا حتی من هم احساس کردم که اوکی حالا اشتباه همه میگن اشتباه بزن ما هم اشتباه بکنیم من پیشنهاد دادم و پیشنهادم رد شد الحمدلله رب العالمین که بعدها معلوم شد اون دختر بنده خدا خیلی تاکسیک بود و لطف بزرگی در حق زندگی من کرد که نذاش ما دو نفر با هم جور شیم و من واقعا همیشه تا ابد مدیونشم که اون سالهایی که تو دانشگاه من شیرین گذشت میتونست تلخ زهر باشه دیدم مواردی موردهایی که بودن این کار رو انجام دادن و واقعا اذیت شدن یه خیلی ناراحت کننده بوده براشون چون نهایتا با اونی که داری انتخابش میکنی بشه یا نشه یا حالا هرچی شیش، اندازه شش سال یا کارشناسی باشه 4 سال پزشکی باشه 7 سال توی اتوبوس نشستین به یه سمت یه مقصد و خیلی زایه میشه دیگه مثلا به هم نگاه نکن یا این دراما پیش میاد بینش پشت هم حرف میزنید مثلا ممکنه اون پارتنرت بره با یکی دیگه یا تو به عنوان پارتنر اون خودت پاشی بری با یکی دیگه اوف بلش کن بابا مگه حوصله داری ببین هرس نخور اصلا حساس نکن که چیزی از دست میدی یا زمان داره میذره و کاری نکردی وای من از امتیاز این مرحله عقب افتادم همه دارن مثلا جفت میشن من موندم نه واقعا نه. از وسط های دانشگاه به بعد دیگه یواش یواش اینجوری میشه که آدم های هم تیپو هم نظر هم ذهن خودت رو میشناسی و بهتر میتونی گروه های دوستی تشکیل بدی و اینها واقعا به میگم 99 درصد ایکیپ هایی که ترم یک به وجود میاد دوشار تلفات خواهد شد در ترم های بعدی کلا نمودارش اینجوریه بچه سال ترم اول همه با هم خوبن تا وسط تا یا تا آخراش. همه با هم خوبن میگن میخندن گروه تلگرام مثلا چیزو باز میکنی حالا زمان ما تلگرام بود الان آنتی واتساپ اومده یعنی نه که باز میکنی مثلا یه شب فقط کافی غایب باشی توی اون گروه بعد میبینی 4500 تا پیام یعنی همه عاشق اینن که همو اکسپلور کنن ببینن کی چی کار است چه جوری با روحیا تماشا کنن فراخور هر جمع جدیدی که به هم میرسن اصلا چیز عجیب یا چیزی نیستش که باید سرزنش بشه یا چیز خیلی کاملا چیز طبیعی هستش بعد چند مورد از این دراما ها پیش میاد یا مثلا رل و فلان و بیسار و اینها اتفاقاتی که بچه ها به هم میخورن و خیلی خوشایند نیست نتیجه کار بعد اتم دو سه چهار بعد چست میوفه تو کلاس از میخوام از یه جایی باید مثلا توی علوم پزشکی یا توی دندون پزشکی از تم 5 به بعد که مجبور گروه تشکیل بده گروه های 5 -6 نفره و در قالب همین گروه های 5 6 نفره که بهش هم میگن روتیشن برید بخش های مختلفو بگذرونید اون موقع گارد ها یه خورده میاد پایین تر و شما یه خورده با توجه به علم و آگاهی که توی این 5 6 ترم از بقیه گرفتی میتونی یه خورده آدمای نزدیکتر همسوتر به خودت رو انتخاب کنی حتی اگر هم میخوای این اشتباه را بکنی که ترم اول بری به یکی بگی فلان بسار نمیدونم خوشم اومده فلان بسار با هم باشیم و اینا شما باید یه پایگاه قبل جاپاتو باید صفر کنی تو اون کلاس بیساب مونده بعد یه دفعه اتک بزنی یعنی چی یعنی مثلا خیلی یه جوریه مثلا منی که هنوز چهار تا رفیق درست درمون هم جنس خودمو ندارم ترم یک با چهار تا پسر نیست نشستم هنوز عیاق بشیم با هم بگیم و بخندیم رفیق واقعا شیم یه دفعه ای برم تو دخترا دنبال این ماجرا بگردم میدونی خیلی فرق داره با اینکه یه پشتوانه ای داشته باشه از سمت پسرها و بعد این حرکت رو بکنید شاید رفیقات هم پشتت برای همین اشتباه رفیقات هم پشتت اتفاقا شاید در بیان یه دفعه یه تک بزنی خب یه جوری دیگه از پو... چشم دو گروه میافتی چون پسرا که میگن این خیلی ببخشید حواله مثلا من دارم برای از جانب پسرا میگم دخترها هم قطعا مدل هست شاید یه یوتیوبر دختر توضیح بده بهتر باشه دخترها هم میگن که خب این مثلا خیلی هول کرده یا عجله عجله داره یا مثلا چه کاریه فلان بازم دارم بهت میگم خیلی از اینایی که من دارم بهت میگم و با اینکه میدونی اشتباهه میری انجام میدی اوکی فقط وقتی آدم بدونه این پدیده ها و این چالش ها توی مسیر دانشگاهش براش پیش میاد حداقل بدونه که آقا این اتفاقی که براش افتاده رو این هزار نفر دیگه هم تجربه کردن یا فلان جا تو یوتیوب شنیدم که فلانی داشت میگفت یه خورده قضیه پیچیدگیش کمتر میشه براش اولا اینکه بدون اشتباهه حداقل از نظر من از نظر خیلی دیگه اشتباهه و همین که بدون اگر دوچار مشکلاتی شد این کاملا طبیعیه و کسانی بودن که این مسیر رو رفتن و الان من دارم از مقصد از یه ذره اونورتر از مقصد این مسیر برات ویدیو میگیرم اطلاعات و از ایستگاه هایی که تو راهت وجود داره بهت میگم که یه موقع نگران نشی حتی امکان جلوگیری کنی از اون پیامداش و اینا من اگه برمیگشتم سال اول دانشگاه از امکانات ورزشی دانشگاه بیشتر از استفاده میکردم استخ رو اینا مثلا ما داشتیم خیلی نه سالن تیراندازی چی چی فلان حالبته وقتم خیلی نمیشد با توجه به اینکه افتادیم تو کار عملی اینا یه خورده سرا شلوغ شد به هر حال خیلی خوب بود اگه خالی میکردیم یه تایمی حداقل جمعه ها با رفیقت میرفتی استخ با هم کلاسیا چون برمام رایگان بود تقریبا رایگان بود 2 3000 تومان بود بهتر استفاده میکردم بیشتر استفاده میکردم نه که نکرده باشم آه. اگر برمیگاشم و میدیدم مثلا بعد از فارغ و تحصیلی قرار انقدر زندگی مثل یه گرداب منو بکشونه تو خودش و انعطاف زندگی خیلی کمترش نسبت به زمانی که دانشجو بودم از این آپشن ها و اینا که دانشگاه در اختیارم قرار داده استفاده میکردم من اگه برمیگشتم سال اول کتاب و اینها نمیخریدم اصلا کتاب ما بهمون گفته این نماینده جوگیر دیوانه ای داشتیم گفت من کتاب جان کویرا میخوام سفارش بدم هر کی میخواد کتاب جان کویرا مال باف شناسی، حالا باف شناسی اصلا به دندون و کلینیک و مریضان اوه زمین تا آسمون اصلا جداست. جداستش، ربطی به هم اصلا بافت کلیه رو ممکنه اونجا بخونی، هیچ ربطی به دندون نداره اینا یارو گفتش 40 50 تا جان کویرا و اینا شاید به پول الان کتاب دونه 1 و نیم میلیون مثلا پولش بود. خب ما یه پول اینجوری رفت تو پاچمون. نهایتنا همه رو اهدا کردیم به کتابخونه و تمپانیو و فلان و بزارو حواست باشه دیگه. اگر هم میخواین کتابایی بخری که بعد موندگار شه و اینا کتابی که خیلی 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 نزدیک به اون حرف تخصصی باشه که داری میخونی یعنی کتاب فوق تخصصی تو بخر نه کتاب هایی که خیلی برای بچه های دنون پزشکی مثلا بیوشیمی نمیدونم بافشناسی حتی حتی یه خور تخصصی تر شد مثل آناتومی دندان و اینا خیلی آنچنان نه ولی یه کتابی مثل تراب نژاد عصب کشی برای اندو خب اون خیلی کتاب خوبی میتونه باشه چون کلی چالشایی که ممکنه تو کلینیک بهش بخوری سر بیمار توش آورده و راه حلش و اینا رو همه رو آورده هوشمند کتاب بخرید هم نهایتا هم خودتون رو جر ندین به عنوان توصیه آخر همه این روزایی که داره میگذره تحت عنوان دوران دانشجویی و اینها بخشی از زندگیت عجله نکن زودتر تمام شه من بارها هم گفتم بعد فارغ و تحصیلی بعد دیوار پایان نامه و تز و دفاع و فارغ و تحصیل و فلان و اینا این ور ماجرا میشه همین جایی که من الان هستم آنچنان خبری نیست نمیگم کم انگیزشی میگم این اینی که الان من دارم انجامش میدم جزوی از زندگیمه اونی که تو داری انجام میدی و 5 -6 سال قبل من هستی جزوی از زندگی حواس باشه که اینها روزهای زندگی و هر چقدر هم که مسئله داره و اینا یه قسمت عمده ای رو توی بودجه روزمرت بذاری برای خوشگذشتن و حال خوب داشتن و اینا با تمام چالشها و دراما هایی که داره مثلا اینجوری نباش که زوده ببین الان مثلا چه جوری بودی که میگفتی مدرسه رو تمام کنم برم دانشگاه کل مشکلات هم حل میشه فلان افتادی تو دانشگاه یه سری یه مدل دیگه چالش بهش اضافه شده و اینا خب اوکی الان حست به مدرسه چیه خیلی منفیه خیلی ازش متنفری یه چیز معمولی هستش یا حالا اگه خاطرات خوبم داشته باشه که معمولی رو به خوب یا خوبه اینجوری عالیه دانشگاه هم نسبت بهش همین خواهی بود من الان اصلا یادم نمیاد که چه دعواهایی با کیا کردم یا خیلی از کسایی که مثلا با باهاشون خیلی چشوشش نمیشدم و سعی میکردم رومو برگردونم ازشون موقعی که کنار هم رد میشدیم یا هم روشونو رو از من از کنار هم رد میشیم شاید الان به هم بخوریم من سلام علیک میکنم باهاشون خودم اصلا میبینم <متحدث> می که دیگه اوکی مال یه دوره بوده که دیگه تمام شده دیگه الان دیگه مهم نیستش الان دیگه ارزشش نداره اینا خیلی هر سوجوششو نزنین که حالا مثلا چی میشه و فلان و و اینا این تجربه های من بود اگر شما دانشجوید و میخوای به بچه ها کمک کنید یا سال آخر یا بعد فارغ التحصیلی حتما تو کامنت براشون بنویسید خیلی ممنون مرسی خدا حفظ شما